تیم بسکتبال آینده سازان میهن که این هفته برابر حریفاش به میدون نرفت منحل شد و مسابقات لیگ با حضور 9 تیم پیگیری میشه. ارتباطمون برقرار با رئیس فدراسیون بسکتبال کشورمون. آقای مشمون سلام. با نام یاد خدا و عرض سلام و احترام خدمت مداد نازی همکاران بسیار خوب و صمیمیتون و بینندگان این بخش ورزش از شبکه 3 ورزش صدا و سیما. خیلی متشکرم آقای مشرومی. فرمایید الان تکلیف، حالا از خود تیم شروع بکنید، مثلا طلب بازیکن‌ها، این که الان بدون تیم چی میشه کلا؟ حالا این حرکت غیر ورزشی بود که متاسفانه استان اصفهان بار اولش نیست، سابقه این کار رو داره و هر جور هم ما حمایت کردیم و هر چه تقاضا کردیم که همکاری داشته باشن و جووناونو در این شرایط رها نکنن، ولی متاسفانه با کمال شرمندگی پاسخگویی وجود نداشت، مسئولی جوابگو نبود و هر روز یه نامه از یه شخصی با امضاهای مختلف و بالاخره روز گذشته به هیچ وجه بچه‌ها حاضر نشدن در مقابل تیم گرگان برای مسابقه شرکت بکنن که جای تاسف. بعد حالا اشاره هم کردید، میخوام بگم الان بازیکنای این تیم چی میشن؟ میتونن مثلا امکان جابجایی هست؟ میتونن تو این ما شرایطمون به شرایط رشته های دیگه متفاوته، به هیچ وجه بازیکن در یک سال در دو باشگاه نمیتونه باشه. بعد بیچارا چه گناهی دارن آخه؟ مشون مثلا یه نظارتی نمیشد مثلا از قبل باشه که یه تیم انقدر راحت نتونه، حالا خودش مثلا اعلام انحلال کرد دیگه، مثلا نمیدونم حالا شرایطی باشه، نمیدونم حالا وثیقه‌ای، نمیدونم حالا هر چی، در واقع یه جوری باشه که نتونن انقدر راحت برن که جای دادنازی وثیقه هم گرفته میشه، خود وثیقه هم نمیپردازن. مشکل چیه پس میگیرید آقای مشون که نمیپردازن؟ من میگم قبلش اگر اینها گرفته بشه چی؟ عرض میکنم ما از وثیقه هم گرفتیم، حالا باید بپردازن، خود اونم نمیپردازن. حالا این جوان ها صادق سلامت همه قهرمان های اکثرا قهرمان های گذشته خود تیم ملی بسکتبال هم صمیمانه رفتن همکاری کردن، حتی پول آژانس رفت و برگشت هم بهشون نداده نشده. خب نه، من میگم اگه این وثیقه به جوری باشه که مثلا اول قبل از اینکه وارد مسابقات بشن بریزن به حساب فدراسیون، به گونه ای هم باشه که حداقل بشه قرارداد مثلا بازیکن‌ها رو توی یه همچین مواقعی اصلا از همون پوله پرداخت کرد، لا اقل یه بخشیش. حالا ما ان شاءالله از این پیش اومد که شده و با راهنمود شما این رو در کار آینده قرار میدیم و 100% یه فکری براش خواهیم کرد که به این مشکل ان شاءالله در آینده بر نخوریم. ان شاءالله راجع به ادامه لیگ هم صحبت می‌فرمایم که به مشکل نمی‌خوریم. موظف هستیم بازی‌ها رو ادامه بدیم تا پایان مسابقات و هیچ تعللی در اجرای بازی‌ها به وجود نخواهد آمد. امتیاز این تیمایی که با آینده سازان بازی کردن، حالا چه باختن چه اینا، لحاظ میشه یا پاک میشه کلا؟ اونا دیگه تا اینجا قضیه هر چی بوده محاسبه شده و بعد از این دیگه خود به خود هر بازی که با تیم اصفهان باشه باخت فنی خواهد خورد. جدول مسابقه از این به بعد دیگه باخت فنی ها در واقع لحاظ میشه، پس اینجوری برای همه هم یکسان خواهد بود دیگه. فکر می‌کنم خیلی تأثیری تو حالا قهرمانی یا قرنشینی یا تیمی مستقیم دیگه نداشته باشه. برای همه یکسان. آن یه سوال آخرم حالا خارج از این فضا ازتون بپرسم تا ارتباطتون برقرار، راجع به بحث سربازی ارسلان کاظمی می‌فهمین چی شد؟ اصلا الان این بچه‌م اومد و الان سرباز دیگه نمیتونه بره، درسته؟ همینطوره. عرضم به حضورتون که آقای ارسلان کاظمی استعداد داره، یکی از نخبگان و قهرمان بسیار با ارزش تیم ملی بسکتبال بوده و هست. ایشون 19 ماه بود که در کشور حضور نداشت. در 19 ماه قبل آخرین دوره بازی ایشون قبل از خرداد پارسال بود که در پتوشین بندر امام حضور داشت. بعد از اون ورودش به مملکت تقاضای شرکت در بازی سامن مشهد رو کرد. ما در همون لحظه هم به مربی محترمش و هم به مدیر عاملش اعلان کردیم. تنها مشکل ایشون برای گرفتن کارت شرکت در مسابقات بحث سربازیه. چنانچه از در سربازی مشکل نداشته باشن، همه فضا آماده است برای پذیرش ایشون. الان هم به همون صورته که در تلاش هستن. روز گذشته اما استعلام میگرفتیم از اداره نظام وظیفه تقاضا کردیم، پاسخ کتبی آمدن. رضایت نماش هم از دو کشور تقاضا کردیم، از چین آمد، از MBM هم تقاضا کردیم، اون هم احتمالاً تا فردا پس فردا خواهد آمد. تنها مشکل ایشون مسئله سربازی است که میدونید قانونی است که حتی فوتبالیستای خوب ما هم نمیتونن. حالا امیدواریم با درایت شما و مسئولین نظام وظیفه این مشکل ارسلان هم حل بشه، حالا به هر طریقی که در واقع قانونی هم هستش. خیلی از شما متشکرم آقای مشمون. قربان شما، خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.